چقدر اطمینان وجود داره که بالاخره ناقضین حقوق بشر از طریق این محکمه مورد محاکمه قرار میگیرن؟ به صورت مشخص 3-4 جرایم بررسی میکنه. یکی جرایم علیه بشریت است، جرایم جنگی است، جرایم نسل کشی است و تجاوزات است. تجاوزات البته هنوز بسیار تسجیل نشده، تجاوز که یک کشور سر کشور دیگه تجاوز بکنه، و جرایم جنگی و جرایم ضد بشری و جنوساید جرایم بین المللی است که جرایم در کشورهایی که عضویت محکمه بین المللی را داشته باشه در او کشورها اینا بررسی میکنه. او هم در حالت است که کشورها یا ناتوان باشه یا نخواهد. نه افغانستان داوطلبانه حاضر شده عضویت از ایره بگیره. این خود دولت افغانستان در بررسی ای ادعاها کوتاه آمده؟ البته جرایم جنگی، جرایم ضد بشری که در افغانستان صورت میگیره، یک تعدادش عاملینش بیرون از مرزهای افغانستان است که طبیعی است که افغانستان در او در این رابطه دستش کوتاه است، ناتوانی داره، نمیتونه برخورد بکنه. ای بر افغانستان از نگاه سیاسی فوق العاده کار خوب است، به خاطر از اینکه میتونه در سطح بین المللی برای خاتمه دادن به فرهنگ مافیات برای جرایم جنگی و جرایم ضد بشری کمک بکنه و افغان برای تامین عدالت بر قربانیان در داخل افغانستان کمک میکنه. فکر میکنین کسایی که در موردشان ادعا صورت گرفته یا مورد اتهام قرار گرفتن دولت افغانستان توانایی از زیر داشته باشه که اونا را به محکمه بسپاره، به محکمه که در حاک در موردشان تصمیم میگیره، یا کسایی که در صفوف مخالفان و مصالح دولت افغانستان هستند یا در رده های خود حکومت کار میکنند، توانایی از این وجود داره؟ البته شما وقتی که محکمه جزایی بین المللی مداخله میکنه در قضایا، او کشورهای دیگر رو مکلف میسازه که متهمینه که در کشورهای از اونا باشه مکلف است که تسلیم بکنه به محکمه. یعنی او مثلا یک کس متهم است در افغانستان، ای در افغانستان زندگی نمیکنه، در کشورهای دیگه زندگی میکنه. کشورهای دیگه که عضویت ICC را داشته باشه مکلف است که همون متهم اگر در کشورش سفر بکنه یا در او کشور زندگی بکنه و محکمه جزایی بین المللی تسلیم بکنه. از این نگاه طبیعی است که برای افغانستان بسیار کمک میکنه. این توانایی را داره دولت افغانستان که اونا را تسلیم بکنه با توجه به اینکه در چند ماه اخیر محکمه مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری کسایی را به زندان محکوم کردن، اما اونا فعلا بیرون از زندان هستند، پلیس حتی توانایی بازداشت اونا را نتونسته. با توجه به این موارد حکومت افغانستان این توانایی را خواهد داشت؟ خب حکومت افغانستان، ما این مسئله را گپ میزنیم، حکومت افغانستان اگر او افرادی که متهم به جرایم جنگی و جرایم ضد بشری هست در داخل افغانستان باشه مکلف است که تسلیم بکنه، در کنترل حکومت باشه مکلف است که تسلیم بکنه. او کسایی که بیرون از افغانستان زندگی میکنه و متهم به جرایم است، کشورهای دیگه مکلف است که تسلیم بکنه به محکمه جزایی بین المللی. در این رابطه کمک میشه به حکومت افغانستان و به مردم افغانستان که او افراد اگر در کشورهای غیر از افغانستان هم باشه باید تسلیم محکمه جزایی بین المللی شود. شما در اول صحبتاتون گفتن که محکمه بین المللی جرایم در هاگ موارد بعد از 2000 می 2003 را مورد بررسی قرار میده یا ادعاهایی که صورت میگیره. قبل از اون چه کسی موظف است یا مکلف است یا مسئولیت داره که به او ادعاهای قبلی رسیدگی بکنه در مورد جنایات جنگی که قبل از سال 2003 در افغانستان صورت گرفته؟ قبل از او البته مکانیزم بین المللی خاص بر افغانستان ساخته نشده، در حالی که در بعض کشورها شما میبینین که محکمه خاص بین المللی یا یک تریبیون خاص بر از او کشورها ساخته شده. مثلا بر رواندا یک تریبیون خاص ساخته شده، مثلا بر سریلیون یک تریبیون خاص ساخته شده، مثلا بر یوگسلاوی های سابق و بالکان، جرایمی که در بالکان صورت گرفته که هنوز هم بعض دمی اواخر یک از جنرال هاشان گرفت. بر افغانستان کسی امات یک محکمه را دایر نکرده، اما حکومت افغانستان مکلف است، مسئول است که به شکل از اشکال درد و رنج مردم افغانستان برای التیامش تلاش بکنه. جرایمی که در گذشته در افغانستان صورت گرفته قبل از 2003 جرایمی است که متاسفانه بسیار وسیع بوده
و غیر از اینکه افراد خود افغانستان دخیل بوده، کشورهای دیگه هم دخیل بوده، که در این راستا کار آسانترین کارش همی است که عموم مردم اعتراف بکنه، از مردم افغانستان، از قربانی ها معذرت بخواید. در غیر از اون متاسفانه حکومت افغانستان یا دولت افغانستان توانمندی برخورد به جرایم جنگی و جرایم ضد بشری گذشته را نداره. رقم یک خودتان گفتیم که در محاکمه محاکمه کشاندن افرادی که فی الحال هست متاسفانه هنوز کوتاهی هایی داره و قضایای گذشته را به هیچ صورت نمیتونن بررسی بکنن. به خاطر که گذشته طبیعی است، ممکن است از مردم افغانستان بخواین که فراموش بکنین، ولی او درد قربانی هیچگاه فراموش نمیشه. اما با معذرت خواستن فکر میکنین عدالت تامین شود؟ بله، یک تعداد زیاد مردم افغانستان ممکن است ببخشه. کسایی که نمیبخشه هنوز هم حقشان ازشان گرفته نمیشه، میتونن ادعا بکنن. این کسایی که ناقضین حقوق بشر هستن و جنایتکارای جنگی هستن و شما میگین که حکومت توانایی برخورد با اونا را نداره، اینا کی ها هستند که آیا در رده های بلند دولت کار میکنند، زورمند هستند یا کسای دیگه هستند؟ البته اون رقم که گفتم مردم افغانستان میفهمه، شما میفهمین، نتونست که نفهمین. هر منطقه مردم خودم اون منطقه آزارش داده. شما مثلا اگر قضیه بدخشان را ببینین، هاشمی از بدخشان بود در وقت خلقی ها. ادعایی که وجود داره که یک تعداد افراد در دریای کوکچه انداخت، یک تعداد افراد هم زنده به گور کردن، هاشمی بدخشانی بوده. یا مثلا اگر کسی قضایایی که در قندوز صورت گرفته، مردم خود قندوز بوده. اگر در بامیان صورت گرفته، مردم خود بامیان بوده. اگر قندار و پکتیا شده، مردم خود هم منطقه بوده. مردم افغانستان قربانی های تخطی های حقوق بشر طرف خود هم میشناسه. اما شما به عنوان کمیسیون نظارت کننده توانایی از زیر ندارین که نام این افراد رو افشا بکنین؟ یا حداقل بگوین که آیا فعلا در رده های دولتی در افغانستان اینا کار میکنن؟ من فکر میکنم شما میفهمین، مردم افغانستان هم میفهمه، یک تعداد متاسفانه هنوز است. خب شما که میدانین، حداقل تایید میکنین که ناقضین حقوق بشر یا جنایتکارای جنگی در حکومت فعلی نقش دارن یا کار میکنن؟ البته در سطح کابینه کس به صورت نیست، اما مردم افغانستان میفهمن متهمینه که در گذشته ها متهم است به تخطی های حقوق بشر در ارگان های دولتی هستن هنوز متاسفانه. در کدام سطوح؟ در سطوح مختلف شد بدون از کابینه شما بفتن. خب خانم سمر، صحبت ها را کم کم تغییر میتیم به سوی انتقادهای شما را از شهروندان افغانستان که بیشترش از طریق صفحات مجازی منتشر میشه. گاه گاه انتقاد میشه که کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد رویدادهای تروریستی و رویدادهای خونین سکوت اختیار میکنه. نظر شما در این مورد چی است؟ البته او کسی که ادعا میکنه ممکن است کدام هدف دیگه داشته باشه. تمام قضایایی که در افغانستان صورت میگیره و خصوص تلفات ملکی کمیسیون اطلاعیه داره و در وبسایت کمیسیون نشر میشه. شما تا حال کمتر ظاهر شدین بدون پس از رویدادهای خونین در کابل که در کنفرانس خبری ظاهر شده باشین و این رویدادها رو محکوم کنین، و حتی برخی منتقدین شما میگن که در چند مورد اخیر شورای علما و برخی روحانیون پیشی گرفتن از شما و در این مورد واکنش نشان دادن. توقع شاید یک تعداد کسایی که انتخاب میکنند، توقعشان این است که من شخصا ظاهر نشدیم. وقتی یک اداره سخنگوی داره، بازگون نمایندگی از ما میکنه. از من به عنوان کسی که رئیس کمیسیون هستم، نماینده ما، سخنگوی ما هست. طرز تفکر ما را، پالیسی ما را سخنگوی کمیسیون ارائه میکنه. نگفته نمانه که باید بگویم که بعضی حوادث قدر وحشتناک است که ما به عنوان یک انسان بسیار احساساتی میباشم. نه یعنی
تحمل امو وضعیت بسیار سنگین است. آخرین سوال که مردم انتقاد میکنن، یک تعداد محدود از منتقدین شما، که چرا سیما سمر 15 سال میشه رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را بر عهده داره، دلیل در چیست؟ چرا نداشته باشه؟ البته من طرفدار از این نیستم که برای ابد رئیس کمیسیون باشم، ولی دلیلی که نباشم چی است؟ قضایای تخطیه های حقوق بشر یا نیمه کسی رو نکشتیم، نه دوزی کردیم، نه زمین غصب کردیم، نه آدم کشتیم، نه در اختطاف شریک بودم. همیشه از حق مردم، حق بشری مردم افغانستان، حق خدادادی مردم افغانستان دفاع کردیم و میخواییم براتون بگویم که بسیار صادقانه با تمام قبول تمام مشکلات، بسیار کار آسان نیست در افغانستان، تلاش کردیم که ارزش‌های حقوق بشری را در افغانستان نهادی نبسازم. و در طی 15 سالی که من رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بودیم، کمیسیون حقوق بشر همیشه بر افغانستان افتخار آفریده، هیچگاه باعث شرمندگی یا خدا نخواسته سرفگندگی افغانستان، چی در سطح بین‌المللی، چی در سطح منطقوی، چی در سطح افغانستان نشده.